مجروحینی که حال عمومیشون وخیمتر بود، اهم از مجروحین شکمی، مغزی و ضایعات ارتوپدی خیلی جدی، شکستگی های استخوان ران، اینها رو فرستادیم به بیمارستان بقوه و تعدادی از اونها دو روز قبل به اشرف بازگشتن. من اینها رو مجدداً مورد ارزیابی قرار دادم، چک کردم و دیدم در بین اینها تعدادی هستن که کاری انجام نشده در بیمارستان، از بیمارستان ترخیص شدن یا اینکه کارهایی که براشون انجام شده هنوز کامل نیست و نیاز به اقدامات بیشتری دارن. این نشون دهنده اینه که کمیته سرکوب اشرف و این جنایتکاران که اونجا هستن تمام تلاششون این هستش که کار درمانی اینها کامل نشده از بیمارستان مرخص بشن بیان، در حالی که این خیلی روشنه که اگر که این مجروحین در بیمارستان می بودن، پزشکان متخصص بیمارستان اقدامات درمانیشون رو تا تکمیل نکنن از بیمارستان ترخیص نکنن. در بین اینها 7 نفر هستن که در چک و ارزیابی مجدد کردم دیدم که اینها نیاز به عمل جراحی دارن. 2 تای از اینها هستن که اساساً اقدام درمانی مشخصی براشون نشده بود، از جمله ابراهیم محمدیان شکستگی استخوان ران در اثر اصابت گلوله داشت، ولی این بدون اینکه عمل جراحی براش انجام بشه و استخوان رونش فیکس بشه و تثبیت بشه و کاری براش انجام بشه برگشته بود، اومده بود اینجا و این نیاز به عمل جراحی خیلی بزرگی داره. همچنین برادر دیگمون هستش که